کله صوبی اومدن با این جمعیت زیاد. تصاویری که چشم رسانه‌های فارسی زبان خارجی را می‌گیرد معمولاً قاب‌های از این دست است. البته من یه جوری دارم می‌گیرم کم تنشو میده. ویدیوهایی از خیابان‌های فرعی که مردم از آن به مسیرهای اصلی راهپیمایی 22 بهمن می‌رسند. اینم جمعیت 22 بهمنشون که اومدن تظاهرات. این هم تصویر دیگری از یک خیابان فرعی دیگر که ما به کمک یکی از راهپیمایان ضبط و برای یکی از این شبکه‌های فارسی زبان خارجی فرستادیم. آنها هم بدون راستی آزمایی این تصویر را پخش کردند. اینم جمعیت 22 بهمنشون که اومدن تظاهرات و راهپیمایی. این جمعیت واقعی 22 بهمن؟ قطعا نه، اینا فقط یه خانواده ان. بعد شما هم از این خانواده این دیگه؟ بله. این جمعیت هایی که از خیابون فرعی میان تهش به کجا منتهی میشه؟ خیابون انقلاب. دروغای مختلف از این رسانه ها شنیدیم، بارها بارها حرفایی زدن که خیلی زود مشخص شده دروغه. یه جایی آدم باید قبول کنه دشمن کیه دوست کیه، یه جایی باید بفهمی کی خیر تو میخواد کی بد تو میخواد. چون دوست دارن مردم کشور ایران تو 22 بهمن شرکت نکنن، خب به نفع اونها سید. ما میخوام ملت شریف ایران رو کوچیک نشون بدن، ولی اینجوری نیست. ایران بزرگه، ملت ایران خیلی بزرگه. تونن الان بیان ببینن مردم رو که با چش رو هیجانی اومدن و دارن شرکت میکنن. آب اصلی مردم میان که الان اینجان با هر طیف و با هر سلیقه و با هر ظاهری، مهم اینه که همه ما یه مردم یه کشور هستیم. این تصویر واقعی اینجوری هست که ما امروز داریم میبینیم. فقط دروغ میگن، فقط مملکت خودمون هرچی هست ما خودمون داریم میبینیم، پس بهترین تصمیمات خودمون میتونیم اتخاذ کنیم نه اونا. و این قاب ضبط شده واقعی از راهپیمایی سال 1401. کوریا سلیمان‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، مسیر میدان انقلاب تا آزادی.